ما تنها نیستیم، خدا هست، خدا دوستمون داره. این که تو احساس تنهایی میکنی یک احساس کاذبه، احساسی که حضرت آدم هم کرد. ابلیس اومد گفت به فکر خودت باش. ما انسان ها موجوداتی هستیم که بناس خودمون ارزش پیدا کنیم، مثل فرشته ها که یه ارزش ثابتی دارن، نمیتونن ارزش خودشون رو ارتقا بدن، نیستیم. خب ما وقتی موجوداتی شدیم که بنا شد خودمون ارزش پیدا کنیم، طبیعتا خدا باید به ما آزادی بده، داده. بعد باید به ما چند جور علاقه بده، هم علاقه به خوبی ها، هم علاقه به بدی ها و پلشتی ها و کمی ها و اینها. چند جور علاقه هم خدا به ما داده، چون اگر یه جور علاقه به ما میداد ما همیشه اونو انتخاب میکردیم، آزادیمون هم دیگه معنا نداشت. پس ما باید در وجودمون علاقه های متعددی وجود داشته باشه. وقتی علاقه های مختلف وجود داشت و ما آزاد بودیم، خدا باید ما رو در شرایط امتحان قرار بده. یعنی چی؟ ما رو در سر دوراهی قرار بده که انتخاب کنیم. دوراهی که به نظر میرسه هر کدوم از این راه ها به نفع ماست. هم باید شرایط انتخاب برامون پیش بیاد، سر دوراهی قرار بگیریم، هم باید علاقه های مختلف در وجود ما باشه تا ما ارزش پیدا کنیم دیگه، از این آزادی خودمون استفاده کنیم، انتخاب خوب بکنیم. در یه همچین شرایطی وقتی انسان قرار گرفت، خدا یه کمی باید پنهان بشه دیگه. بحث ایمان به غیب پدید میاد. اگه حورالعنای بهشتی اون ورتر، دو قدم اون ورتر وایساده باشن به ما اینجوری علامت بدن که خب معلومه بازم ما چی رو انتخاب میکنیم. یه کمی باید پنهانکاری بکنه دیگه. برای اینکه انسان ارزش پیدا کنه مجبور خدا مقدار سکوت کنه. برای اینکه انتخاب من ارزش پیدا بکنه زود به من پاسخ نمیده، کارهای خوبی که میکنم زود جایزه نمیده، یه دفعه تنها میشم. و این ابلیس لعین خاک بر سر میاد از این تنهایی من استفاده میکنه. جد من آدم رو تو بهشت اشتباه انداخت، خدا نیامد جلو. خدا بهش فرمود ببین به این درخت دست نزن، این درخت ممنوع است، بقیه درخت‌ها رو همه رو وردار. ابلیس اومد از تنهایی آدم استفاده کرد. حضرت آدم چرا اشتباه کرد؟ نگران فردا شد. کی نگران فردای خودش میشه؟ کسی که احساس نمیکنه یه محبتی او رو داره حمایت میکنه. و هر کی نگران فردای خودش شد چه اتفاقی براش میفته؟ بد میشه، اخلاقش بد میشه، قساوت قلب پیدا میکنه. چرا ما مهربانی خدا را باور نمی کنیم؟ کم کم یاد ما میرود، کم کم سوء ظن پیدا میکنیم. برای اینکه ما انسان ها فضای زندگیمون به دلیل امتحان یه فضاییه که احساس تنهایی میکنیم. از این احساس تنهایی کارمون به اونجا میرسه که فکر میکنیم هیچ کس ما رو دوست نداره. چون صحنه زندگی ما صحنه امتحانه و ما در امتحان باید یه مقدار تنها باشیم و ما فکر میکنیم کلا تنهاییم. وقتی فکر کردیم تنها هستیم، مثل حضرت آدم فکر آینده خود ما میفتیم. هل ادلک علی شجرة الخلد؟ یه شیطان نامرد لعینی هم هست که هی وسوسه میکنه ما رو، هی به شجره ممنوعه میکشونه برای اینکه منافع آینده خودمون. نترس، منافع آینده دست خداست. چرا مهربانی خدا رو فراموش کرد؟ ما تنها نیستیم، خدا هست، خدا دوستمون داره. این که تو احساس تنهایی میکنی یک احساس کاذبه.